بارسلونا اتلتیکو بلباو را در خانه گل باران کرد. به نام خداوند بخشاینده مهربان شما را خوش آمدید میگم به یکی از دیگر ویدیوهای کانال ورزش 5. بارسلونا موفق شد در دیدار خانگی با نتیجه 4-0 اتلتیکو بلباو را شکست بدهد. با گزارش ورزش 3، شاگردان ژاوی که بعد از شکست در کلاسیکو موفق شدند با 3 گل ویاریال را از پیش رو بردارند و همشب هم با 4 گل از سد اتلتیکو بلباو عبور کنند تا نشان بدهند که شکست برابر ریال مادرید را کاملا فراموش کرده اند. بازی با برتری بارسلونا آغاز شد و در دقیقه 10 بود که اولین موقعیت جدی بازی را عثمان دمبله ایجاد کرد، اما گاوی نتوانست از این فرصت استفاده کند. تنها 2 دقیقه بعد خود دمبله گل اول بازی را به ثمر رساند. روبرت لواندوفسکی که در میانه های زمین صاحب توپ بود، اما با یک پاس عرضی و بلند به سمت راست به دمبله فرستاد و دمبله با یک ضربه چکشی سر توانست دروازه حریف را باز کند. برتری بارسا بعد از این گل ادامه داشت و در دقیقه 18 بود که این تیم به گل دوم رسید. سرجیو ریبورتو که از سمت راست حرکت را آغاز کرده بود بعد از 1-2 با دمبله در محوطه جریمه صاحب توپ شد و با یک شوت محکم کار را تمام کرد. فشار تیم میزبان بعد از این گل هم کاهش پیدا نکرد و در دقیقه 22 لواندوفسکی گل سیوم را نیز به ثمر رساند. این بار هم عثمان دمبله در نقش گلساز ظاهر شد و حرکت دیدنی او از سمت راست و پاس دقیقش را لواندوفسکی را با یک چرخش عالی و ضربه غیر قابل مهار تبدیل به گل سیوم بارسا شد. بعد از این گل هم بازی همچنان در اختیار بارسا بود، اما مهمترین اتفاق این دقایق آسیب دیدگی گاوی بود که مجبور شد جای خود را به فرانکسی داد. در دقیقه 38 روی حرکت خوب والده این کسی بود که صاحب موقعیت شد، اما نتوانست از این فرصت استفاده کند. در دقیقه پایانی نیمه اول بارسا هم تیم برتر میدان بود، اما اتفاق خاص دیگر روی دروازه ها رخ نداد و بازی با همین نتیجه 3-0 به پایان رسید. نیمه دوم را بارسا باز هم بهتر آغاز کرد و چیزی نمانده بود که در دقیقه 53 به گل چهارم برسند، اما ضربه پدری و تیرک دروازه برخورد و گل نشد. 4 دقیقه بعد روی یک حمله سریع از دمبله و پاس او بار دیگر پدری در موقعیت گلزنی قرار گرفت، اما توپ او دقیق به جایی رفت که اونو سیمیون حضور داشت. برتری بارسا ادامه داشت و دقیقه 66 و 67 دو موقعیت خوبی را دست دادند تا اینکه در دقیقه 73 به گل چهارم رسیدند. عثمان دمبله بازی خوبش را در دیدار امشب با پاس گل دیگر تکمیل کرد و پاس دقیق او و فران توریس در موقعیت تک به تک قرار گرفت و گل چهارم بارسلونا را به ثمر رساند. در دقایق پایانی از فشار حملات بارسا کاسته شد و به این که بلباو فرصت خودنمایی داد و چیزی نمانده بود که دقیقه 89 یکی از گولهای خورده را جبران کنند، اما حضور به موقع اریک گارسیا دروازه بارسا را بسته نگاه داشت و در نهایت بازی با نتیجه 4-0 و سود آبی ناری ها به پایان رسید. تشکر از توجهتون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.